گروه های حقوق بشری و سازمان ملل متحد از روز شنبه پس از گذشت 2 سال از گزارش مهم سازمان ملل در رابطه با اویغورها مجدداً آن را به جریان انداختند. در این گزارش بر اساس برخی از اسناد که حکایت از آن دارد که چین ممکن است در منطقه سینکیانگ جنایت علیه بشریت مرتکب شده باشد، درخواست اقدام شده است. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. میشل باشله، کمیسرای عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل، گزارشی را در مورد جنایت چین بر علیه اویغورها در استان سینکیانگ در 31 اوت 2022، درست چند دقیقه قبل از پایان دوره 4 ساله خود، منتشر کرد. در آن زمان یال کون اولیول، بومی سینکیانگ و یکی از نویسندگان گزارش، پر از امید برای یافتن پدرش بود که در سال 2018 ناپدید شده بود. اما او بعداً اخباری دریافت کرد که پدرش در اقدامی که اولیول معتقد است با هویت او به عنوان یک اویغور مرتبط است، به 16 سال زندان در زندان سینکیانگ محکوم شده است. اویغورها گروهی عمدتاً مسلمان در استان سینکیانگ چین هستند که گروه‌های حقوق بشر و دولت آمریکا می‌گویند در معرض خطرات گسترده‌ای قرار دارند و توسط پکن سرکوب می‌شوند. یال کون اولیول می‌گوید وقتی گزارش منتشر شد بسیار خوشحال شدم، اما اکنون احساس می‌کنم زندگی من بهتر نشده است. این پژوهشگر 30 ساله که در استانبول زندگی می کند، روز جمعه به رویترز گفت متاسفانه باید بگویم برعکس، اوضاع بسیار بدتر شده است. چین به شدت هر گونه سوء استفاده از اویغورها و جنایات علیه آنان در سینکیانگ را رد کرده و در پاسخ به این گزارش 131 صفحه‌ای از خود دفاع کرده است. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه، این هفته گفت که چین به طور کامل از حقوق همه گروه‌های قومی محافظت می‌کند. اولیول که یکی از اعضای از گروه روبه رشد مدافعان حقوق بشر است و از اینکه چین نسبت به اجرای توصیه‌های صورت گرفته در گزارش سازمان ملل، از جمله درخواست برای اقدام فوری جهت آزادی افرادی که به طور خودسرانه در اردوگاه‌ها و زندان‌های سینکیانگ بازداشت شدند، اقدام موثری نماید، ناامید شده است. او و سایر اعضای گروه‌های حقوق بشری از والکر تورک، کمیسرای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، می‌خواهند که پس از ماه‌ها بحث و تبادل نظر مفصل با پکن بر سر رفتارهای ضد حقوق بشری پکن، فشارها را بر چین افزایش دهند. اولیول که همچنین نگرانی‌های خود را در ایکس منتشر کرد، گفت گفتن ما با چین درگیر هستیم کافی نبوده است. کونت راس، مدافع برجسته حقوق بشر، در موضعی تندتر روی کرده والکر تورک در قبال چین را ناشی از ترس خواند. در گزارش سال 2022 آمده است که میزان بازداشت خودسرانه و تبعیض‌آمیز اویغورها و سایر مسلمانان در منطقه غربی سینکیانگ ممکن است یک جنایت بین المللی باشد. والکر تورک، یک وکیل سابق که پس از انتشار این گزارش به مقام کمیسرای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید، در آن زمان گفت که پای این سند ایستاده و از آن زمان او بارها خواستار اقدام و پاسخگویی چین شده است. این هفته دفتر او گفت قوانین و سیاست‌های مشکل‌آفرین زیادی در سینکیانگ پابرجا هستند و از مقامات خواست تا بررسی کامل را انجام داده و پاسخ‌های لازم را ارائه دهد. راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر کمیسرای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت چیزهای زیادی وجود دارد که باید از چینی‌ها خواسته شود. به همین دلیل است که ما باید به تعامل با آنها ادامه دهیم تا ببینیم که تا کجا می توانیم پیشرفت داشته باشیم.
مایا وانگ، معاون مدیر اجرایی بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، همچنین خواستار اقدام دولت‌ها در سازمان ملل متحد شد و گفت باید وضعیت فعلی سینکیانگ به روز رسانی شود و یک برنامه عملی مشخص برای پاسخگویی به مسئولان در نشست شورای حقوق بشر در ژنو که در ماه سپتامبر برگزار می‌گردد ارائه شود. از حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای نیکو سلام و عرض ادب. آقای نیکو، به نظر شما راهکار غلبه بر ناامیدی به منظور افشای جنایت چین در قبال اویغورها و آشکار شدن حقایق چیه و چین چگونه توانست دنیا را در برابر جنایات خود قانع کنه؟ بفرمایید. درود بر شما. عرض شود که مسئله اویغورهای چین یک مسئله قومی مذهبی هستش که به هر حال سالهاست که رویکردهای تجزیه طلبی هم در بین اویغورها هستش و سالها به هر حال ترکیه به عنوان کشوری که به لحاظ قومی مذهبی نزدیکی هایی داره با اویغورها تلاش هایی رو در برابر این مسئله تبعیض قومی مذهبی انجام داده، اما همونطور که میدونید به هر حال ترکیه به دلیل روابط گسترده اقتصادی با چین نتونسته اون فشار لازم رو بیاره در مسئله حقوق بشر در مورد اویغورها و به دلیل رابطه اقتصادی که چین به هر حال با کشورهای مسلمان داره، کشورهای مسلمان هم تاکنون نتونستن که به صورت عملگرایانه بتونن فشار رو بر دولت چین وارد بیارن تا بتونن نتایج به هر حال مثبتی رو رقم بزنن. اما یه نکته خیلی مهمتر هم هستش که مسئله تروریسم هست. به نوعی در بخشی از اویغورها مسئله افرادگرایی اسلامی و مسئله تروریسم هم مطرحه که به نوعی دستاویزی شده برای چینی ها و به هر حال کسانی که مخالف رویکردهای جدایی طلبی اویغورها هستند دستاویز شده برای اونا. نکته بعدی اینه که امریکایی‌ها هم سعی می‌کنن که از این مسئله اویغورها در تنش و رقابت خودشون با چین بهره برداری کنن و به نوعی مسئله صرفاً مسئله اخلاقی نیست در روابط آمریکا و چین در این مورد، و امریکایی‌ها هم سعی می‌کنن که به نوعی بهره برداری بکنن مطابق منافع خودشون. ولی در مجموع گزارش های سازمان ملل رو هم که اگر منصفانه بخونیم متوجه میشیم که در واقع نقض حقوق بشر به طور گسترده در میان مسلمانان اویغور از طرف دولت چین صورت گرفته و جانب حق و انصافه که کشورهای جهان به خصوص کشورهای اسلامی یک رویکرد در واقع مهار داشته باشن در این مسئله و بتونن که به نوعی شرایط اویغورها رو متعادل بکنن. ممنون از وقتتون. تشکر میکنم از همراهیتون. با تشکر از حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن، پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفت.